که چرا علی‌رغم مشخص بودن اینکه جمهوری اسلامی رژیمی است پر از فساد، تقلب، دروغ، سرکوب، ارعاب، تقریبا همه زشتی های عالم رو، شما در زشتی های حکومت ها رو همه رو در حکومت جمهوری اسلامی میتونید پیدا کنید، این حکومت چرا 4 دهه دوام آورده؟ این خب این پاسخ باعث میشه، این پرسش باعث میشه که ما تأمل کنیم در آنچه که در 4 دهه گذشته در ایران اتفاق افتاده، سیاست های حکومت، راهبرد های حکومت، از اون طرف گروه های مخالف حکومت، اپوزیسیون، نقش مردم، نقش فرهنگ، به مسائل جزئی و خاصی که در ایران در حال تحول بوده در 4 دهه گذشته نگاهی بیاندازیم. در 4 برنامه گذشته من به 4 علت یا دلیل بقای این حکومت اشاره کردم. علت اول سازوکار به خدمت گرفتن چهره های هنری و ورزشی بود در جمهوری اسلامی که امروز من معتقد هستم اکثرشون در چارچوب دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی عمل می کنند، در برنامه های خاص مذهبی، در برنامه های خاص تبلیغاتی، در تلویزیون، در توییتر. بخش قابل توجهی از ورزشکارها و هنرمندان امروز در جمهوری اسلامی در خدمت نظام هستند. چرا؟ به دلیل اینکه پول در خدمت در دست نظام هست و اونها برای دسترسی به این منابع مجبورن که با هم رقابت بکنن، تقرب کنن، نزدیکی بیشتری به مقامات، به حکومت، به سبک زندگی حکومت، به ایدئولوژی حکومت پیدا کنن برای که از این منابع بیشتر برخوردار بشن. در ایران ما نه هنر مستقل داریم، نه ادبیات مستقل داریم، نه سینمای مستقل داریم که اینها فیلمی رو تولید کنن بعد به مردم نمایش بدن، اون طریق زندگی کنن، چنین چیزی وجود نداره. در ورزش هم اینطور نیست که کسب و کار ورزش با مردم رابطه داشته باشه، با حکومت رابطه داره. چرا باید سردارها عمدتاً دستگاه ورزش رو بگردونن؟ برای اینکه پول دست اونهاست. دلیل دوم این که حکومت ادامه پیدا کرده در واقع تبلیغ دروغین این مطلب هست که حکومت در پی عدالت اجتماعی بوده. حکومت خب این شعار رو از گروه های چپ گرفته، گروه های چپ هم باش همراهی کردن، اما عدالت اجتماعی در ایران هیچگاه محقق نشده، یک شعار قلابی و توخالی بوده و شما امروز کافیست که در جامعه ایران بگردید ببینید که واقعا در طی 4 دهه گذشته توزیع منابع، چپ ادعا داره که منابع کشور رو باید توزیع کرد نه اینکه ثروت رو باید تولید کرد، این دیدگاه چپ بوده همیشه. اونا کاری به تولید ثروت ندارن، چون برای که شما به تولید ثروت بپردازید اصولا نیازی اصلا به دیدگاه سوسیالیستی ندارید. برای توزیع ثروت ادعاشون این بوده که باید ثروت رو و درآمد رو توزیع کرد در کشور. ببینید واقعا این اتفاق افتاده یا نه، یه مشاورای توخالی دادن ولی خب یه گروهایی رو همیشه دور و بر خودشون اینها جمع کردن با این شعارهای توخالی. علت سوم این که با در ارتباط با جامعه جهانی جمهوری اسلامی هم به خوبی بازی کرده با دستگاه تبلیغاتی، با افکار عمومی، با در واقع جبهه گرفتن در کنار چپهای ضد امپریالیست در کشورهای غربی، هم به خوبی باج داده به شوروی، چین، همراهی کرده با کشورهای کمونیستی، با کشورهایی که با ایالات متحده مخالف هستند. تلاشش بر این بوده که بالاخره در یارگیری در این چارچوب روابط بین الملل جایی برای خودش پیدا کنه و تا امروز هم نشون میده کاری که اینها کردن تا حدود زیادی موفق بوده. تلاششون برای این که در جامعه جهانی باقی بمانند خب نشون میده که در جامعه جهانی امروز هستند، در بسیاری از پیمانها، در بسیاری از در واقع گرده همایی های جهانی اینا حضور پیدا میکنن. علارغم این که رفتارهای کریه و زشتی در دنیا داشتن، خب به دلیل اینکه کشورهای دیگری هم هستن مثل چین، مثل روسیه، مثل کوبا، مثل سودان، مثل کشورهایی از این قبیل، خب اینها رو هم گفتن خب اینها رو هم ما بگذاریم، اونایی که عقلشون میرسه یا در از کشورهای دموکراتیک میان، جمهوری اسلامی هم مثل بقیه کشورهای جلاد و قصاب میگن خب اینا ما بذاریم کنار، اونها با جمهوری اسلامی داد و ستد میکنند. دلیل چهارم که در برنامه گذشته بهش پرداختم
این بود که متاسفانه بخشی از مردم در ایران به رنگ حکومت در آمدند، یا بخشی از مردم تلاش دارن به رنگ حکومت در بیان، تصور میکنن که اگر به رنگ حکومت در بیان زندگی بهتری خواهند داشت. بخشی که از ابتدا به رنگ حکومت بودن، چیزی در حدود 4-5%، بخش هایی هم تلاش میکنن که به رنگ حکومت در بیان. اگر اینطور نبود، شما نباید شاهد این همه دروغ و تقلب و فریب در جامعه ایران میبودید. اینها کالاهای حکومتی است و امروز بیشتر حکومت هست که اینها رو نمایندگی میکنه، ولی خب بخشی از مردم هم تلاش میکنن به رنگ این حکومت در بیاد. در برنامه امروز بحث من در مورد در واقع شکست و عدم موفقیت برنامه های اسلام شناسی، ایران شناسی و خاورمیانه شناسی در کشورهای غربی است. در دنیا، خب طبعا در دوره‌ای که کمونیسم، در دوره‌ای که فاشیسم در اروپا قدرت داشت، بخشی از مقابله با فاشیسم، بخشی از مقابله با کمونیسم، در واقع بهترین بخش برای مقابله با تبلیغات و ادعاهای بیهوده و بی اساس علمی و ایدئولوژیک اونها، خب طبعا منابع دانشگاهی هستند. اینها هستند که باید دیدگاه‌های رقیب رو در برابر تئوری‌های عجیب و غریب، مهمل، بیاوهی که حکومت‌های دیکتاتوری عرضه می‌کنن، مثلا مثل تئوری ولایت فقیه، تئوری توطئه، اینا تئوری‌های بی اساس و بی پایه‌ای هست. کیا باید با اینها رقابت کنن؟ اینکه اسلام سعادت میاره، اینکه ایدئولوژی اسلام‌گرایی یک ایدئولوژی ضد غربی است، یک ایدئولوژی هویتی است، برای ایرانی‌ها هویت به بار می‌آره، حرفای بیهوده و یاوهی بوده که دهه‌ها برخی از اسلامگراها زدن، برخی از چپها زدن. اینها رو کی باید باشون مقابله کنه؟ طبعا دانشگاهی‌ها باید چنین کاری رو انجام بدن دیگه. اما متاسفانه در دانشگاه‌های غربی چنین اتفاقی نیفتاده. من در این برنامه تلاش می‌کنم برای شما توضیح بدم نمونه‌های خیلی روشنی رو از تراژدی اسلام شناسی، خاورمیانه شناسی و ایران شناسی در دانشگاه‌های غربی رو، داستانش رو برای شما در این برنامه بیان کنم. برخی تصور میکنن که دپارتمان ها یا بخش های اسلام شناسی، خاورمیانه شناسی و ایران شناسی در دانشگاه های ایالات متحده، کانادا و اروپا در خدمت کمک به این جوامع، یعنی جوامع خاورمیانه ایران یا جوامعی که با اکثریت مسلمان هستن، در خدمت این جوامع هستن برای شناخت موضوعاتی که ادعا میکنن و همچنین در خدمت جوامع غربی هستند برای اینکه اون جوامع رو، کشورهاشون رو، دولتهاشون رو، وضعیتشون رو به جوامع غربی معرفی کنند. اما من معتقد هستم بعد از حدود 17 سال که در امریکا زندگی کردم و مرتبا ادبیات اینها، نوشته های اینها، کتاب های اینها، آثار اینها رو، کسانی که تو این بخش ها هستن، بالاخص در حوزه ایران و خاورمیانه رو دنبال میکنم، من به شما اطمینان میدم که چنین هدفی محقق نشده. اینها نه در شناخت ایران چندان موفق بودن و نه در معرفی ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه به جوامع اروپایی و امریکایی چندان موفق بودن. یه برنامه به نظر من کلن شکست خورده است. یعنی شما اگر امروز دپارتمان های بخش های مربوط به شناخت خاورمیانه، کرسی های ایران شناسی، اینها رو تعطیل بکنید، در دنیا هیچ اتفاقی نمیفته. کسانی که در این موقعیت ها قرار گرفتن و کرسی هایی رو اشغال کردن، به جهتی دیگر، یعنی به سمت تبلیغ و ارتقای برنامه های خاص رفتن، بیشتر در خدمت راهبردهای تبلیغاتی خاصی قرار گرفتند. این گروه ها، این دپارتمان ها به نحوی دنباله جریان چپ و اسلامگرا در دهه های 60 و 70 میلادی هستند که با حاکمیت جریان چپ در دانشگاه های امریکا خودش رو وفق داده و هماهنگ کرده. دیدگاه های ضد امریکایی داره، دیدگاه های ضد غربی داره، دیدگاه های اصولاً منطبق با ارزش هایی که در این جوامع غربی هست با این دیدگاه ها چندان هماهنگ نیست. خودش رو به عنوان منتقد معرفی میکنه، اما از منابع این کشور منتقدم، نه منتقدی که قرار هست به شناخت این جامعه، شناخت جوامع خاورمیانه ای برای خود اون جوامع و برای کشورهای غربی کمک بکنه، بلکه بیشتر آثاری رو تولید کرده که این آثار
واقعا دستاورد چندانی نیست. من یک به یک حالا به برخی از اونها اشاره میکنم. این جریان نه تنها منتقد جمهوری اسلامی یا اکثر دیکتاتوری های خاورمیانه یا مقابله با جریان اسلامگرایی که در دو سه دهه گذشته برآمده نبوده، بلکه عملا با این جریان ها، با این کشورهای دیکتاتوری، حالا از عربستان بگیرید برید تا جمهوری اسلامی، با اینها هم عمدتا هماهنگ عمل کرده. کسانی که این کرسی ها رو در دست داشتن در دانشگاه ها بدون قدرشناسی مالیات و منابع عمومی و خصوصی شهروندان کشورهای غربی از اینها استفاده میکنند بدون اینکه خدمتی به این جوامع ارائه بکنند. در پرانتز بگم ایرانیانی که در کشورهای غربی و اروپایی زندگی میکنند و وارد کسب و کار شدند یا در دانشگاه‌های فنی و دانشکده‌های فنی و مهندسی و پزشکی و اینها فعالیت دارند، افراد بسیار موفقی بودند و به جامعه بشری، به جامعه امریکا بسیار خدمت کردند. در این شکی نیست. اما ایرانیانی که در حوزه‌های ایران شناسی و اسلام شناسی و خاورمیانه شناسی وارد شدند، غیر از شکست و فاجعه برای این رشته‌ها به بار نیاوردند. آیا نقدی، مهمترین سوال این هست که آیا اینها واقعاً نقدی کارشناسانه و دیدگاهی تحلیلی از اسلام، اسلام سیاسی و اسلام شناسی معاصر به درستی عرضه کردن یا نکردن؟ پاسخش منفی است. هنری که بسیاری از اینها دارند، افرادی که حالا یا ایرانی هستند یا عرب هستند، در دانشگاه امریکا مشغول تدریس درس‌های مربوط به ایران شناسی و خاورمیانه شناسی و اسلام شناسی هستند، هنری که بسیاری از اینها دارند اینه که گاه گاهی به کشورهای در واقع گذشتهشون سفر میکنن، حالا یا به ایران یا به مصر یا به کشورهای از این قبیل، و البته به همین دلیل زبانشون رو روی جنایات اینها میبندن، چون کسی که امروز بخواد به ایران بره و برگرده طبعا باید در مورد جنایات اون رژیم، در فسادهای اون رژیم، در برابر مشکلاتی که فرهنگ اون جوامع داره، در اون مورد اونها هم سکوت میکنن. اصولا شما از اونها صدایی نمیشنوید، حرفی زد در این موارد نمیزنند. شما هیچ نقدی از اسلام، از اسلام سیاسی در گفته ها و شنیده های افرادی که مرتبا از این دانشگاه های غربی به ایران سفر میکنن و برمیگردن، از اینها چیز نمیتونید بشنوید، چون اگر چنین کاری رو بکنن راه رفت و آمدشون بسته میشه. حالا چرا میخوان برن و بیان؟ در مدل 100 سال پیش که نه ارتباطی بوده، نه اینترنتی بوده، نه شما خبری میدیدید، به جامعه دانشگاهی خودشون این رو میفروشند که ما با جامعه ایران، مصر، فلان 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 ارتباط داریم، میریم میایم، میدونیم اینجا چی میگذره و از موضع کارشناس میخوان صحبت کنن، بدون اینکه واقعا میرن پیش فامیلاشون، یه گشتی هم جلوی کتابخونه‌های جلوی دانشگاه میزنن و برمیگردن، کار خاصی انجام نمیدن. شما در آثار اینها نگاه کنید، اثری از تحقیقات میدانی در کارهای اینا به چشم میخوره. فقط این رو به جامعه دانشگاهی خودشون میفروشند که ما به ایران میریم و برمیگردیم، ما از اون جامعه مطلع هستیم، در حالی که شما اصلا نیاز امروز در این دنیا نیازی نیست که حتما سفر کنید. همین امروز که در شما با انواع و اقسام ابزارهای ارتباطی، از شبکه‌های اجتماعی، از سایت‌های اینترنتی، تلفن، امکانات ارتباطی افراد برخوردار هستند، طبعا خیلی راحت میشه خبر گرفت، طبعا میشه خیلی راحت فعالیت‌های تحقیقاتی انجام داد. شما نیازی ندارید حتما به اون جامعه، البته به موضوع بستگی داره، ولی در بسیاری از موضوعات شما واقعا نیازی به اینکه به اون منطقه سفر بکنید ندارید. در همین هفته گذشته در ایران داستان عاشورا و کربلا و این در واقع کارناوال‌های این داستان برقرار بود. شاید حدود 100-150 فیلم رو افراد گرفته بودن از آتش زدن خیمه در تهران که این درست کردن بانفایر هست در کشورهای غربی برای اینکه مردم رو جذب کنن. شکلی که درست کرده بودن این بانفایرهای کشورهای غربی بود، تا در کاشان که من دیدم موی مصنوعی گذاشته بودن، چهره ها رو رنگ کرده، لباس پاره پوشیده، این زامبی های فیلم های امریکایی. شما در ددمن واکینگ میتونید اینا نگاه کنید، در گیم آف ترون، بازی تاج و تخت، در انواع و اقسام فیلم های امریکایی که مرده ها رو نشون میدن که زنده شدن،
من در کاشان اینها رو دیدم. مثلا نیازی نیست شما حتما امروز در کاشان و تبریز و اصفهان و کرمان و اینها بوده باشید، راحت میتونید ببینید که چی داره میگذره، به شرط اینکه حساس باشید، به شرط اینکه این موضوعات رو دنبال کنید. بسیاری از این کسانی که ادعای ایران شناسی و خاورمیانه شناسی و ایران شناسی میکنن، هنرشون محدود شده به اینکه سالی یک بار به ایران سفر کنن، دو ماه هزینه سفرشون هم بر عهده دانشگاه بگذارن، بعد هم به جامعه دانشگاهی خودشون بفروشن که ما داریم مشغول تحقیقات در مورد ایران هستیم. محصولش چیست؟ هیچ. شما محصولی از این داستان‌ها نمیتونید مشاهده کنید. و اون چه کم که اینها عرضه میکنن، معمولا دیدگاه‌های برای اینکه مد امروز، مدی که شما ضد غربی و در چپ صحبت کنید در دانشگاه‌های امریکا، با همین مد حرکت میکنن برای اینکه مشاغلشون رو حفظ کنند. جدا از ایرانی تبارهایی که به ایران میرن و برمیگردن، یا خاورمیانه تبارهایی که به خاورمیانه رفت و آمد میکنن، کسانی هم هستند در دانشگاه‌های ایالات متحده که در این زمینه‌ها فعالیت میکنن، اما از منابع جمهوری اسلامی برخوردار میشن. اینو غفلت نکنید که جمهوری اسلامی پول میده، هزینه میکنه، در به هاروارد کمک میکنه، به دانشگاه مینسوتا کمک میکنه، مثل این آقای ویلیام بیمن که اونجا کار میکنه، از طریق بنیاد علوی به اینها پول داده میشد در دوره‌های مختلف. افرادی رو هم در دانشگاه‌های آمریکایی اینها با هزینه‌هایی که میدن، عین مدلی که عربستان سعودی عمل میکنه یا قطر عمل میکنه یا دیگر کشورها، بد و بیرا میگن به اینکه عربستان سعودی و قطر و اینها در خدمت امپریالیسم هستند و همپیمانند. همون کارهایی که عربستان سعودی و قطر و دیگر کشورهای عربی میکنن، کرسی‌هایی رو اینجا تأسیس کردن، به اینها پول میدن، جمهوری اسلامی هم عیناً همین کارا رو داره میکنه. یعنی براشون چیز عجیب و غریبی نیست. اتفاقا آقای روحانی از ابتدایی که اومده سر کار اعلام کرده که ما به دنبال این هستیم که در امریکا لابی موفقی داشته باشیم و این رو دارن. این آقای مثلا آقای ویلیام بیمن یا آقای خوان کول یا خیلی از کسای دیگه، اینها با نایاک همکاری میکنن، اطلاعیه‌های نایاک رو امضا میکنن. اینا کارایی است که خیلی عجیب و غریب نیست، روشن هست که دارن چیکار میکنن. بنابراین من معتقد هستم شما الان برید و نوشته های آقای ویلیام بیمن رو سرچ بدید پیدا کنید، همش دقیقاً در خدمت جمهوری اسلامی است. اینکه زنها در ایران در حال پیشرفت هستند، برنامه اتمی ایران برنامه چیز نبوده، برای ساختن بمب اتمی نبوده، ایران نباید تحریم کرد، نوشته هاش هست. ببینید کاملا آقای ویلیام بیمن که در بخش آنتروپولوژی انسانشناسی دانشگاه مینساتا ایشون کار میکنه، عیناً بوق تبلیغاتی جمهوری اسلامی است، در برای رسانه‌های آمریکایی چیز می‌نویسه. اینها اینجا دارن فعالیت میکنن و کاملا در خدمت جمهوری اسلامی هستن. یه موضوعی است که شما با اندکی جستجو در اینترنت و نگاه کردن به نوشته‌های این گونه افراد، این رو به راحتی میتونید در بیابید. موضوع پنهانی نیست که من بخوام اینو برای شما آشکار کنم. فقط بحث من اینه که این مجموعه رو امروز میخوام کنار هم بگذارم تا به دوستان نشان بدم که واقعا چه شکستی و چه فاجعه است کسانی که ازشون انتظار میرفته به عنوان دانشگاهی که وضعیت ایران امروز، وضعیت اسلام، وضعیت اسلامگرایی رو در منطقه خاورمیانه به جامعه جهانی بشناسانند و ادعاشون این بوده، اینا به نظر من شکست کامل، فاجعه کامل هستن. خب حالا یکی یکی من به برخی از چهره هایی که در این دانشگاه هستن و فعالیت میکنن به اینها اشاره میکنم. شروع میکنم بحثم رو از آقایان صدری، محمود و احمد صدری. آقای احمد صدری در دانشکده در کالج لیک فورست هست در ایالت ایلینوی نزدیک شیکاگو، و آقای محمود صدری در تگزاس در یه مجموعه دانشگاهی هست، نورس تگزاس، تگزاس شمالی، در اون مجموعه دانشگاهی این دو درس میدن. این دو نفر از لحاظ سیاسی، از لحاظ فکری نمایندگان، میشه اینا رو نمایندگان اصلاح طلب ها و آقای خاتمی در ایالات متحده دونست. بسیار با آقای خاتمی نزدیکن. آقای خاتمی وقتی بیاد، اگه به شهرهای اینا بره، تو خونه های اینا در واقع مسکن میگزینه. طرفداران جریان اصلاحاتی هستند که سه دهه
برای ایران غیر از بدبختی و فاجعه به بار نیاورده. یعنی مردم رو به دروغ به پای صندوق‌های رأی میکشونن و هیچ اتفاقی هم نمیفته. حالا من در برنامه هفته آینده این رو توضیح خواهم داد که یکی دیگر از رموز تداوم جمهوری اسلامی یک جریان دروغی نیست به اسم اصلاح طلب که در ایران فعالیت میکنه، مردم رو به پای صندوق‌های رأی میکشونه و عیناً عین طرف مقابل عمل میکنه. شما هیچ گونه تفاوتی امروز، حالا ممکنه در دهه 70 یه چند تن از آدم‌هایی که اصلاح طلب بودن تفاوت‌هایی با طرف مقابل می‌داشتن، اما در دهه 90، در انتخابات 92 94 96 شما هیچ گونه تفاوتی میان جریان اصلاح طلب و جریان اصولگرایی که اون طرف داستان ایستاده، هیچ تفاوتی میان اینها وجود نداره. من این رو از منظر کسی میگم که ریز به ریز حرکت‌های اینها رو دنبال می‌کنم. در برنامه آینده هم در مورد مجلس به شما نشون میدم که عیناً همان است، هم در مورد کابینه نشون میدم، هم در مورد شوراها نشون میدم. ریز به ریز با جزئیات برای شما نشان خواهم داد، مواردش رو ذکر خواهم کرد که این دو جریان یکی هستن، هیچ تفاوتی ندارن، اسمشون فقط با هم فرق داره، زیر دو تا تابلوی متفاوت نشستن ولی همون کارهایی رو میکنن که دیگری میکنه، تفاوت زیادی با هم ندارن. حالا این آقایان صدری که در دو دانشگاه در امریکا تدریس میکنن، نوشته هایی دارن، فعالیت هایی میکنن، اینها عیناً در واقع نمایندگان جریان فکری اصلاح طلب در ایالات متحده هستن. یکی از کارهایی که اینها کردن اینه که مجموعی از آثار نوشته های آقای سروش رو در یک کتاب ترجمه کنن به انگلیسی، در اختیار جوامع غربی قرار بدن. آقای سروش واقعا چه دستاوردی داشته؟ آقای سروش اگر حرف قابل قبولی هم در ایران زده، چیزهایی است که از غربیان یاد گرفته. یعنی در واقع اپیستمولوژی، معرفت شناسی غربی رو استفاده کرده که آقا مثلا قرآن رو میشه قرائت‌های مختلف ازش داشت. این محصول اپیستمولوژی غربی است. اینکه شما آثار سروش رو به زبان انگلیسی ترجمه کنید و به جامعه امریکا معرفی کنید، عین اینکه زیره رو ببرید کرمان. دستاوردی به شما نمیره. آقای سروش دستاورد قابل توجهی در فرهنگ بشری نداشته. در ایران خب تلاش ایشون این بوده که نشون بده که آقا روحانیون فهم خودشون از اسلام بیان میکنن. البته در چارچوب حوزه های علمیه که اونها ادعا داشتن که ما عیناً داریم اسلامو بیان میکنیم، یک طرز فکر مقابلی بوده، به همین دلیل با ایشون برخورد شده. اما در کشورهای غربی، در فرهنگ غربی، در دانشگاه غربی این حرف تازه‌ای نیست، حرف عجیب و غریبی نیست. اینا مترجم آثار دست دوم آقای سروش بودن به زبان انگلیسی. صدری ها، این آقایان احمد و محمود صدری، در حوزه اسلام شناسی و ایران شناسی غیر از این ترجمه ایده های شکست خورده و دست دوم آقای سروش و نسخه برداری آقای سروش و فروعاتشون و افرادی که مثل آقای سروش فکر میکنن به زبان انگلیسی، دستاورد دیگری نداشتن. اما خب اینها مدام در رسانه ها هستن، حرف میزنن، به عنوان مهمان دعوتشون میکنن، نظر میدن به عنوان کسانی که اسلام شناسن، ایران شناسن. ما چیزی ندیدیم از اینها. یعنی شما اگر قرار باشه که نگاه بکنید واقعا دستاورد اینها از شناخت جامعه ایرانی، اون چه که به جامعه غربی عرضه کردن یا اینکه به جامعه ایرانی برگردوندن، من دستاورد قابل توجهی در اینها متاسفانه نمیبینم. بریم سراغ دانشگاه نیویورک، NYU. یه فردی هست اونجا به اسم آقای علی میرسپاسی. آقای علی میرسپاسی مداح جریان فاشیست در ایرانه. آقایان فردید و داوری اینها جریان فکری فاشیستی رو در ایران مشغول پیشبردش بودن. آقای خمینی هم که اومد ازش به عنوان پیشوا یاد کردن و کلن ایده های فاشیستی رو اینها در ایران نمایندگی میکردن، هنوز هم نمایندگی میکنن. و همین دلیل هم آقای داوری رئیس آکادمی علوم هست در ایران، جوایزی است که جمهوری اسلامی به اینها داده. آقای میرسپاسی مداح جریان فاشیست در ایران و تمجیدگر آقای احمد فردید و ارتقای یک شارلاتان به تمام معنا. آقای فردید یک شارلاتان به تمام معنا بود در نظام دانشگاه ایران.
ایشون رو به عنوان فیلسوف ایشون به جوامع غربی، به جامعه امریکا، به دانشگاه دانشگاهیان امریکا معرفی میکنه. آقای میرسپاسی فحاشی های فردید به غرب در ایران رو اسمش گذاشته تفکر. ایشون فردید رو یکی از پدیده های روشنفکری در ایران نام میده، بدون اینکه بتونه اشاره‌ای به دستاوردهای وی یا مبانی تفکر وی داشته باشه. ایشون میگه داوری، شایگان، عنایت و آشوری به جلسات آقای فردید میرفتن. و اگر میرفتن در اون دوره آدمهایی بودن کوتوله‌تر از فردید. البته آقای آشوری بعداً خودش متوجه میشه که چه بازنده‌ای بوده از اینکه در این جریان قرار بگیره، با این جریان فاصله میگیره. ولی بقیه‌اش اون آقای شایگان کسی بوده که مدافع بازگشت به خود و این ایده های عجیب و غریب و نگاه به شرق و اینها بوده که در ایران جز بدبختی و فلاکت برای جامعه ایران ثمری نداشته. آقای عنایت هم در اون کتابی که در مورد اسلام سیاسی نوشته، غیر از این که اسلام سیاسی رو به عنوان یک جریان پیشرو معرفی کنه، خدمتی به جامعه ایران معرفی نکرده. شما بگید مثلا امروز داعش رو، آقای خمینی رو و بقیه و امثال و افرادی که شبیه اونا هستن رو، اینها رو به عنوان یک جنبش انقلابی و جنبش پیشرو به جامعه جهانی معرفی بکنید، خب این خدمت آقای عنایت بوده. اینا شاگردان آقای فردید بودن دیگه. اونها اگر به این رویه ادامه دادن، کسانی که ادامه دادن و شاگرد آقای فردید موندن، ثابت کردن که از فرلید شارلاتان ساده‌تر و کوتوله‌تر بودن. حداقل گفتم آقای آشوری راهش رو از این جریان سوا کرده. آقای شایگان در آسیا در کتاب آسیا در برابر غرب و آقای نراقی ایده‌های ضد غربی داشتن و همانند آقای نصر، سید حسین نصر، به دنبال بومی یا اسلامی کردن علوم بودند. اینها دستاوردهای این جماعت بوده است به برای جامعه ایران. فرد بعدی که در این سری قابل توجه هست و یکی دیگر از اون شکست ها و فاجعه های دانشگاه های امریکا است، آقای حسین مدرسی طباطبایی است در دانشگاه پرینستون. پرینستون بسیار دانشگاه خوبی است، دانشگاه درجه یکی است، کتابخانه خوبی داره. من یک سال از زندگی اونجا گذروندم و در دوره هم که اونجا بودم کتابی نوشتم در مورد اسلامگرایی شیعه که انتشارات آی بی تاریس این کتاب رو منتشر کرده. دانشگاه بسیار خوبی است، اما این بخش خاورمیانه‌اش واقعا فاجعه است. من دو نفر رو در این بخش میشناسم که هر دو فاجعه‌اند. یکی این آقای حسین مدرسی طباطبایی و یکی هم یه خانومی رو استخدام کرده بودن اونجا، خانم کونکلر. ایشون اولین باری که من رو دید به موضوعی که افتخار میکرد این بود که خدمت آقای خامنه ای رسیده. واقعا چه هنریست که یه فردی، یعنی نشون میده که اینها واقعا چقدر کوتوله و حقیر هستن. افرادی که احساس میکنن اگر پیش آقای خامنه ای رفتن، این یک اعتباری برای این اعتبار نیست برای یک دانشگاهی که رفته باشه پیش آقای خامنه ای، رفته پیش یه آدمی که کارش جنایت و قصابی و فساد هست در ایران. این چه هنریست. اینا فکر میکنن آقای خامنه ای، کسی که مثلا فکر کنه که آقای خامنه ای یا دیگر روحانیون اینا چهره های مذهبی هستن و اینها اعتبار کسب میکنن از اینکه پیش اونها برن، اینا نشون میده که واقعا شخصیتشون، منششون و دانششون در چه حد و حدودی است. این آقای حسین مدرسی طباطبایی در دانشگاه پرینستون به جای تحقیقات اسلام شناسانه، بخش عمده وقتش رو به تبلیغ اسلام و به کمک کردن افراد به اینکه به دین اسلام بیان، صیغه بخونه، اینجور کارا رو انجام میده، مثل بقیه آخوندهایی که در همه جای عالم هستند. یه فردی با این رویکرد چطور میتونه یک محقق باشه؟ یعنی اصلا ما آثار تحقیقاتی هم از آقای مدرسی طباطبایی ندیدیم. شما نگاه کنید اون چیزهایی رو هم که اینها به عنوان آثار تحقیقاتی معرفی میکنن، ترجمه به انگلیسی است از آثاری که آقای طباطبایی و آقای تفسیر المیزان و مطالب دیگری که شیعه داره، اینها رو ترجمه کردن و به زبان انگلیسی از مترجمن، اگه خیلی کارشون خوب انجام داده باشن. اینها ما نه محققن نه اسلام شناس هستن. در ماجرای مرگ خانم مریم میرزاخانی بود که آقای مدرسی به رسول جعفریان، خانم میرزاخانی همین دانشمند ریاضی ایرانی که اخیراً درگذشت،
ایشون به آقای مدرس، به آقای رسول جعفریان که یکی از آخوندهای حوزه علمیه هست، ایشون می‌نویسه همسر ایشان، این رو می‌خونم برای اینکه نشون بدم کار ایشون تو دانشگاه پرینستون چیه، به ایشون می‌نویسه که همسر ایشان مدتی پیش از ازدواج به اسلام گرویده بود. در دوره‌ای که پستاک دانشگاه پرینستون بود، روزی به دفتر من آمد و سوالاتی در باب اسلام داشت. به روال همه موارد مشابه، دو مجموعه پرحجم از درس‌های پیشین خود در عقاید و حقوق اسلام به او دادم. درس‌هایشون هم مجموعه تبلیغاتی است که میدن برای که افراد به اسلام بیارن. و از او خواستم به دقت و منتقدانه بخواند و انتقادات و نظرات خود را از ساده‌ترین تا خشن‌ترین و سهمگین‌ترین صادقانه با من در میان بگذارد. معلومه که این آدم میخواسته با یه خانم ایرانی ازدواج کنه، براش اهمیتی نداشته. اینا داستانه فقط. این که طرف میاد اسلام بیاره فقط برای این است که قوانین اسلامی و این چارچوبایی که اینا درست کردن، یک زن مسلمان نمیتواند با مرد غیر مسلمان ازدواج کنه اگه بخواد ایران بره و برگرده. حالا واقعا من نمیدونم چرا خانم میرزا خانی واقعا چه نیاز داشته به اینکه شوهرش رو به اسلام دعوت کنه برای اینکه باشه ازدواج کنه. اینم از مشکلات جامعه دانشگاهی اینجاست که هنوز اون در واقع پوسته های سنت هنوز در ذهن، علارغم اینکه اینا فعالیت های علمی دارن، هنوز نمیتونه خودش رو رهایی ببخشه از اینکه آقا شما برای اینکه ازدواج کنید، یا خانم برای اینکه ازدواج کنید با کسی، میتونید در چارچوب قوانین اینجا ازدواج کنید، نیازی نیست که همسرتون رو مجبور کنید که به اسلام رو بیاره، اسلام بیاره، شهادتین بگه. ایشون در ادامه میگه که چنین کرد این آقا، مطالبو گرفت و مدتی عصرها ساعت 4:30 که درسم تمام میشد به دفتر من میآمد و صحبت میداشتیم. از بهترین و مهذب‌ترین دانشمندان جوانی بود که در طول 35 سال خدمت در این دانشگاه دیدم. وقت آقای مدرسی طباطبایی با منابعی که دانشگاه پرینستون در اختیار این گونه افراد میگذاره برای این است که افراد رو به اسلام درآوردن دعوت کنن. اینو ببینید واقعا چه نقشی رو دارن اینا بازی میکنن در دانشگاه آمریکا. عاقبت به قائد توفیق و نورانیت پیامبر اکرم به اسلام تشرف یافت. کاری که ایشون میکنه اینه، کار آخوندیه که تو ایران تو مسجد نشسته، واقعا هم همینه، تفاوت چندانی ندارن اینها. شهادت اسلام او را خود به خط خود و امضای خیش نوشتم، مفتخرم که زمین ساز ازدواج او با مریم بودم. این دست، یکی از دستاوردهای آقای مدرسی طباطبایی است در دانشگاه پرینستون. به دلیل وجود کسانی مثل آقای مدرسی طباطبایی در دانشگاه پرینستون است که این دانشگاه علارغم داشتن کتابخانه بسیار خوب در حوزه ایران شناسی، سهم قابل توجهی در اسلام شناسی و شیعه شناسی و ایران شناسی نداشته و هرگز هم شما تا 50 سال دیگه هم شما چیزی از پرینستون نخواهید دید، به دلیل اینکه اینها انتخاب میکنن چه کسانی تو این بخشا انتخاب بشن. اینا کنترل میکنن کس، کسی رو که دیدگاه انتقادی داشته باشه، منتقد اسلام باشه، اینا نمیتونن قبول بکنن در این چارچوب ها. تأثیراتشون رو اینجوری نشون میدن. افرادی در واقع، کسانی مثل آقای مدرسی، برای اینکه بی حاصلی روش و عدم شایستگیشون برای تحقیق بارز نشه، معمولا جلوی افراد شایسته رو هم که بخوان در این دانشگاه ها حضور پیدا کنن، جلوی اون افراد شایسته رو هم میگیرن. این نقشی است که اینها همیشه بازی کردند. بریم به سراغ دانشگاه کلمبیا. در دانشگاه کلمبیا یک عنصر ضد امپریالیست وجود داره که تئوریزه کرده در واقع مهملات ضد امریکایی و مهملات ضد امپریالیستی رو به اسم آقای حمید دباشی. ایشون در دانشگاه کلمبیا درس میده، کلی هم شاگرد داره، دانشجو دکترا داره. تزش این هست که جوامع غربی در نظام تحقیقاتیشون به جوامع دیگر به شکل خفیف نگاه کردن، نژاد پرستن. این حرف سادهش همینه دیگه، چیز دیگری نیست. در صورتی که اصل این حرف، حرف بیهوده و در واقع بیپایه است. شما اگر در مورد جوامع دیگه تحقیق میکنید، دانشگاه امریکا در اون، یا انگلیس، بریتانیا، در دوره که تحقیق میکردن به عنوان محقق میرفتن تحقیق میکردن، حرفهایی میزدن. این شرق شناسی اصولا مقدمش این نیست که جوامع دیگه از ما پایین تر هستن، این چنین چیزی اصلا تو تحقیق مفروض نمیشه. این حرفها رو میزنن برای این که در چارچوب چپ، چپ امروز نمیتونه بیاد بگه که آقا مثل لنین، مثل مارکس که بیایم
و خلاصه سلمونی ها هم دولتی بکنیم، چنین چیزی رو میدونن که نشدنیه. به حرف های بیهوده و بی اساس دیگری رو آوردن، مثل مثلا نسبیت فرهنگی. فرق نمیکنه، همه فرهنگا با هم مساویان، همه فرهنگا ارزششون یکیه. آره، در فرهنگی که زنها رو ختنه میکنن، در فرهنگی که تو سر زنها میزنن، بچه ها رو بلاهایی به سرشون میارن، بچه ها رو در مدرسه کتک میزنن، با فرهنگی که بچه ها رو بهشون احترام میذارن در مدرسه تفاوتی وجود نداره. لب سخن چپ هاست. در فرهنگی که زن رو نصف مرد به شمار میاره، با فرهنگی که زن رو مساوی با مردها میدونه، اینا هر دو دارن یک ارزشن. این حرفای جدید چپ هاست، برای حرفای جدید ضد امپریالیست ها، ضد غربی هاست. از این یا مثلا در باب صحت سیاسی، این که نباید حرفهایی رو زد، جلوی آزادی بیان افراد رو بگیرن، این جزء چیزهای تاکتیکای جدید چپ هاست. حالا همین آقای دباشی خیلی جالبه که با رسانه های امریکایی مصاحبه نمی کنه، به عنوان اینکه اینها صدای امپریالیست هستن، مطالب ایشون رو الجزیره منتشر میکنه. الجزیره‌ای که تحت نظارت یک شیخ قطری، شیخ نفتی قطری اداره میشه. این تناقض ها خیلی جالبه در رفتار چپ های امریکایی. آقای دباشی یک عنصر ضد امپریالیسته که ایده های بیهوده و بیاساسی رو سال هاست ایشون عرضه میکنه و مدام هم به کسانی که با ایشون مخالف باشن فحاشی میکنه. خیلی ادبیات فحاشانه خیلی قدرتمندی هم داره. آثار ایشون مملو از تنفر از ایالات متحده، مملو از تنفر از در واقع محافظه‌کاران جمهوری خواهان ایالات متحده است و ایده های تمامیت خواهانه و اقتدارگرایانه چپ در آثار ایشون موج میزنه. ایشون شما در آثارش نگاه بکنید، از رئیس جمهور امریکا آقای ترامپ که در انتخابات آزاد پیروز شده، بیشتر از آقای خامنه‌ای و دوستان آقای خامنه‌ای متنفره. این تنفر شما میتونید کاملا در آثار ایشون مشاهده کنید. اینها کسانی هستند که امروز متاسفانه در دانشگاه‌های امریکا بخش‌ها رو در دست دارن، مثلا تدریس میکنن. من در واقع شرح درس‌های اینها رو هم دیدم، یک مجموعه بی ربطی رو از مجموعه آثاری رو که افراد امپریالیسم چپ ها نوشتن، اینا میگذارن در چارچوبای درسیشون به عنوان ایران شناسی و اسلام شناسی و خاورمیانه شناسی به افراد عرضه میکنن. من به شما اطمینان میدم کسانی که با آقای دباشی یا آقای مدرسی طباطبایی یا دیگران درسی گرفته باشن، اینها هیچ چیزی یاد نمیگیرن، چون اصلا اینا بناشون بر این نیست که چیزی به کسی یاد بدن. اینا عناصر تبلیغاتی اند، اینها عناصر دانشگاهی نیستند. شما کافیست آثار اینها رو، من آثار اینها رو دنبال کردم، دیدم، الان در همین اتاقی هم که در خدمتتون هستم برخی از آثار اینها رو دارم. آثار اینها چیزی قرار نیست به کسی یاد بده. اینا یک برنامه تبلیغاتی، یک برنامه سیاسی خاصی رو میخوان پیش ببرن. منتها امروز دانشگاه رو به عنوان مرکز فعالیتشون انتخاب کردن. چهرهای تبلیغاتی پروپاگاندیستن، فعالیت‌های تبلیغاتی حزبی دارن. چهره دیگری که امروز در یکی از دانشگاه‌های امریکا فعالیت میکنه آقای محسن کدیوره. آقای محسن کدیور از دوستان قدیمی خود من بوده، اما مسیری که رفته مسیر این بوده است که لباس روحانیت بر تن کنه. من هم دروس حوزوی رو یاد گرفتم، اما هیچ وقت قصدم برای این نبوده که روحانی باشم، فقط میخواستم ببینم که در اونجا چه خبره، چه مهملاتی رو اینها می آموزانند و چه مهملاتی رو یاد میگیرند. آقای کدیور رو با روابطی که وجود داشت، نه به عنوان شایستگی، در دانشگاه امریکا هم این داستان ها هست، با در واقع توصیه هایی که ایشون گرفت از برخی از افراد، ایشون در دانشگاه دوک درس میده. محصول در واقع فعالیت های آقای کدیور، که البته برخی از کسانی که با ایشون همکاری میکردن در مرکز تحقیقات استراتژی، آثاری است که در مورد ولایت فقیه نوشتن، بخش عمده کارهایی که ایشون کرده. خب کسانی که با ایشون همکاری کردن ادعا کردن که بسیاریش مطالب اونها بوده، آقای کدیور اینا رو کنار هم گذاشته. امروز آقای کدیور در دانشگاه دوک اسلام شناسی درس میده. کسی اسلام شناسی درس میده
که شعار یک جماعتی رو که در روزی در خیابان میان و شعار نغزنن لبنان سر میدن، ایشون میاد به صراحت در برابرش دوربین تلویزیون میشینه و به دروغ به صدای امریکا میگه نه مردم صدای شعار هم غزه هم لبنان دادن. و شما اگر پای صحبت‌های ایشون بنشینید و به صحبت‌های ایشون گوش بدید، ایشون همچنان به چارچوب‌های اسلام سیاسی باور داره، نه با خامنه‌ای مخالفن، با خامنه‌ای مخالفن، اما با جمهوری اسلامی، اینکه یک حکومت ایدئولوژیک در ایران برقرار باشه، اینکه مردم به در واقع مردم به اسلام اینجوری استدلالشون اینجوری است که جامعه ایران دینیه، بنابراین حکومتش هم باید دینی باشه. این استدلالی است که تمام اینها به شما عرضه میکنن که از اساس استدلال بی پایه و بی اساسی است. اینها با اسرائیل مخالفن، با کشورهای غربی، با مبانی تمدن غربی مخالفن، اما خب به دلیل اینکه بعضیا فکر میکنن که ایشون آدم مبارزی بوده، زندان رفته، زندان اینا زندان رفتناشون همه به خاطر این بوده که در رقابت‌های سیاسی آقای کدیور رفته 3 سال زندان، برای که حکومت احساس میکرد که آقای کدیور میخواد بیاد در شورای نگهبان بشینه یا فردا فقیه باشه، یا چون با آقای منتظری نزدیک بود، در رقابت‌های سیاسی بوده. اینها بحثی نبوده که آقای کدیور با جمهوری اسلامی، با اسلام سیاسی، با فساد در ایران مخالف باشه، رقابت‌های سیاسی بوده که اینها تبدیل به چهره شدن و متاسفانه برخی هم در جوامع غربی اینها رو به عنوان چهره‌های مبارز میشناسانند. آقای کدیور هم طرفدار جریان اصلاح طلب در ایران هست و اشتراک نظرهای بسیاری با جریان اصلاح طلب داره. همونطوری گفتم اینها منتقد آقای خامنه‌ای هستند، منتقد جمهوری اسلامی، منتقد اسلام سیاسی و منتقد اسلام نیستند و نخواهند بود، چون به این حرفها اینها باور دارن. چهره دیگری که از همه اینها جالب تر هست آقای سید حسین نصره. ایشون بازنشسته شده، اما بعد از اینکه در ایران انقلاب شد، جمهوری اسلامی نفهمید که این چه کالای قابل توجهی است آقای نصر، به عنوانی که به علت اینکه ایشون یک دوره رئیس دفتر فرای پهلوی بود، ایشون از ایران خارج میشه، در دانشگاه‌های مختلف امریکا درس داد، در نهایت در دانشگاه جورج واشنگتن ایشون اسلام شناسی درس میداد. دو برنامه مشخص رو آقای نصر پیش برده در فعالیت‌های تحقیقاتیش. یک برنامه‌اش اسلامی سازی علوم، همین کاری که جمهوری اسلامی در 14 دهه گذشته انجام داده. آقای نصر در مجموعه کتابهایی که در حوزه اسلام و ایران کار کرده همیشه خواسته نشون بده که علم، ما یک علم اسلامی در برابر علم غربی داریم. حرفی که از اساس بیهوده و بیپایه است و دهه ها و نسل ها جوان ایرانی رو تباه کرده. ما یک علم بیشتر نداریم، اونم علمی است که مبانیش مبانی علم تجربی است و عقلانی است. ما علم اسلامی و علم مسیحی و علم فلان و فلان نداریم. شما بعضی وقتا این پروژه های تحقیقاتی از اساس بیپایان، یعنی مجموعه محصولاتش محصولاتی است که شما به دریا بریزید هیچ اتفاقی نمیفته، غیر از اینکه دریا رو با جوهر کتاب های اینا آلوده میکنید. برنامه دیگر ایشون هم برنامه عرفان و شناخت عرفان اسلامی اینها بوده که در نهایت آقای نصر رو تبدیل کرده به یکی از اقطاب، میاد در خانش میشینه، مردم میان دست ایشون رو میبوسن میرن. ببینید اینا محصولا، اینا قرار بوده که اسلام و ایران و خاورمیانه رو به جهان بشناسانند، در نهایت خودشون تبدیل شدن به یکی از آیت الله هایی که در قم نشسته، میان مردم دستشون رو میبوسن، یا میان دست آقای نصر رو میبوسن، دکون و دستگاه و تشکیلات درست کردن. و مورد آخرش آقای سروش هست و آقازاده های ایشون که امروز در دانشگاه های مختلف به دلیل اینکه با آقای سروش متصل هستن به اینها موقعیت های دانشگاهی میدن، بی بی سی مدام اینها رو دعوت میکنه، حرفای پدرشون رو مدام تکرار میکنن. آقای سروش امروز در هول و هوش واشنگتن دی سی هست، فعالیت های در دانشگاه میریلند داره، به عنوان استاد اونجا کار نمیکنه، اما برنامه‌هایی داره، جلساتی داره، دوره‌هایی داره و افرادی رو در حول و حوش خودش جمع کرده. ایشون هم تقریبا در همون چارچوبی که آقای نصر در سالهای پایانیش عمل میکرد که به عنوان یکی از اقطاب یکی از این فرقه ها و حلقه ها در واقع در آمده، آقای سروش هم تقریبا چنین نقش رو امروز داره برای هواداران خودش
و حرفایی که میزنه حرفایی است که حالا در این هم ایشون آقای سروش و آقای کدیور هم عیناً مواضع سیاسیشون شبیه به همه، از آقای خامنه ای انتقاد میکنن اما شیفته ای آقای خمینی هستن و شیفته جمهوری اسلامی و اینکه جمهوری اسلامی و آقای خمینی چه خدمتی به ایران کردن و چه ابهتی برای ایران به بار آوردن. شما مصاحبه ای آقای سروش با بی بی سی نگاه بکنید، برنامه بی بی سی تهیه کرده بود در مورد آقای خمینی، ببینید چگونه از ایشون آقای سروش یاد میکنه با این عنوان که ما کسی نبودیم، در دنیا آقای خمینی به ما عزت و جاه داد. معلومه قرار نبوده که شما کسی بشین، نه کسی قرار بوده کسی بشین، باید با کارتون میشدید، نه اینکه شما رو بگذارن عضو شورای انقلاب فرهنگی هر شب تلویزیون باشید تا بشید. افراد باید با تلاش خودشون به جایی برسن، نه اینکه یه حکومتی بیاد سر کار و افراد رو در جای مختلف بنشاند. من یادم هست که آقای سروش حتی تا اواسط دهه 70 در حتی بعد از اینکه ستاد انقلاب فرهنگی و شورای انقلاب فرهنگی هم نمی‌رفت، راننده اختصاصی داشت. چرا باید یه آدم دانشگاهی راننده اتومبیل دولتی و راننده دولتی داشته باشه؟ از منافع اون حکومت برخوردار می‌بودن، همچنان هم برخوردارن، یعنی بسیاریشون هنوز اون کاسبی‌ها و اون امکاناتی رو که در داخل کشور به دست آوردن دارن و قبطه اون دوره رو میخورن، میخواد برگردن به همون دوره. مخالفتاشون هم با جمهوری اسلامی مخالفت‌هایی بر سر اینکه آقا یه در اعدام کردید، آدم آدم میکشید، جنایت میکنید، فساد، مخالفتشون از این جنس نیست، هیچ وقت هم از این جنس نبوده. شما ببینید یک بار آقای سروش آمده و از اینکه در ایران حجاب اجباری است انتقاد بکنه، بگه آقا مردم باید آزاد باشن، اصلا آزادی برای اینها اهمیتی نداره. آقازاده‌هایشون هم، من اینا آقازاده میگم چون واقعا جنسشون آقازاده است، تفاوتی با آقازاده های آقای خامنه ای اونها ندارن، چون عیناً کپی برابر و اصل هستن و از اسم و شهرت پدر استفاده میکنن برای اینکه جاهایی باشن. این دستاورد، چون من چهره های مهمشو گفتم، آدم های دیگه هم هستند، چهره های مهم ایران شناسی، چهره های شناخته شدهش، آقای نصر، میرسپاسی، صدری ها، سروش و غیره و غیره، آقای دباشی، آقای حسین مدرسی طباطبایی در دانشگاهی که هستن، ببینید واقعا اینها دستاوردهاشون همین چیزایی بود که من خدمتتون عرض کردم. حالا اگر واقعا فرصتی می بود که یک به یک آثار اینها رو من می آوردم و به شما یک به یک نشون میدم که دستاوردهای اینها واقعا چیست، مایه شرمندگی است. ایرانی ها متاسفانه ادعاهای بسیار بزرگی دارن، این ادعاها رو هم در همه جا میکنن. آره ایرانی های موفق در رشته های مختلف علمی بودن، اما در این حوزه، در حوزه ایران شناسی، اسلام شناسی، خاورمیانه شناسی، ایرانی ها متاسفانه دستاورد چندانی نداشتند. این حرف ها و کتاب ها و نوشته هایی که اینها عرضه کردن چیزی به دانش بشری اضافه نکرده. اینها برنامه های سیاسی خاصی، برنامه های تبلیغاتی خاصی رو پیش بردن، نه به جامعه ایران از حیث آکادمیک خدمتی کردن و نه به جامعه که مالیاتش، منابعش، حقوق اینها رو چندین دهه پرداخته و از منابع این جامعه اینها استفاده کردن. خب با این وضعیت شما چگونه میتونید انتظار داشته باشید که در برابر گفتمان، در برابر ایدئولوژی، در برابر سیاست‌های سرکوب گرایانه، تمامیت خواهانه، اقتدار گرایانه جمهوری اسلامی دیدگاه‌های رقیب عرضه بشه؟ کار دانشگاهی‌ها در برابر یک حکومت تمامیت خواه این است که دیدگاه‌های رقیب، سیاست‌های رقیب عرضه کنند، سیاست‌هایی که به نفع مردم باشه، دیدگاه‌هایی که در خدمت دموکراسی و آزادی باشه. طبعا اینها هیچ کدوم در خدمت چنین جریانی نبودن، اتفاقا بعضیشون 100% در مقابلش بودن، مثل آقای میرسپاسی در دانشگاه نیویورک. از بسیجی‌ها به عنوان چیز دعوت می‌کردیشون در دانشگاه نیویورک. یه مطلبی رو من نوشته بودم در انتقاد از دعوت یکی از این بسیجی‌ها به دانشگاه NYU برای سخنرانی، که دفعه دیگه به جای این آقا خود دهنمکی و الله کرم و اینا رو دعوت کنید، به عنوانی که اینها فعالیت نظرسنجی انجام دادن. اینا نظرسنجی وجود نداره، منویاتی آقای خامنه ای و سپاه اینا دارن، اینا منویات رو پیاده میکنن، عرضه میکنن، جمهوری اسلامی درش کار تحقیقاتی انجام نمیشه و کسانی که اینها رو نمیدونن نشون میدن چقدر کوتوله و چقدر در واقع از دنیا، از تفکر،
عقب افتاده هستن. خب معلومه کسی که آقای فردید رو، یک فاشیست ایرانی رو به عنوان متفکر معرفی میکنه، معلومه که واقعا اینها چه در چنته دارن. این جماعت من به شما 100%، یعنی این رو با اطمینان کامل میگم که از این جماعت شما تئوری‌های بدیل برای اینکه یک ایران آباد، یک ایران آزاد و یک ایران دموکراتیک در آینده ساخته بشه، از این جماعت هیچ چیز در نخواهد آمد. کسانی که به دنبال چنین ایده‌ای هستن باید از امروز خودشون به فکر در واقع چیزهای دیگری باید باشن، باید دنبال آدم‌های دیگری بگردن، باید برنامه‌های دیگری رو در پیش بگیرن، باید مثلا جلسات خانگی داشته باشن برای اینکه کلن تمام مهملات اینها رو که 5 دهه 6 دهه به جامعه ایران عرضه کردن، از نوشته های آقای نراقی و شایگان و داوری بگیرید تا سروش و نصر و اینها 6 دهه جامعه رو آلوده کردن با سمومی که مرتب به جامعه ایران القا کردن. باید به اصل و ریشه های آزادی و دموکراسی و تفکرات مربوط به اینها برگشت و بسیاری از آثار اینها رو باید به نظر من کلن نادیده گرفت. برای اینکه بفهمیم که اینها چه دستاوردی داشتن خوب هست نگاه کنیم، اما من که حدود 3-4 دهه آثار اینها رو خوندم، به شما میگم که اینها فایده‌ای برای آینده یک ایران دموکراتیک، ایران توسعه یافته و آزاد، اینها در اون جهت فعالیت نکردند و هرگز هم در اون جهت فعالیت نخواهند کرد. اینها در واقع چهره های تبلیغاتی ایدئولوژی های مختلف بودند: اسلامگرایی، مارکسیسم، جریان ضد امپریالیستی و امثال هم. اینا این داستان ها رو در دوره های مختلف در طی 5-6 دهه گذشته اینها دنبال کردند. با این بحث من خاتمه میدم به برنامه 5 از مجموعه، برنامه 20 برنامه در غیر این صورت. در پایان هم تشکر میکنم از دوستانی که در طول برنامه یا بعد از برنامه برای من ایمیل میفرستن. من با شما در تماس هستم، ایمیل ها رو مرتب پاسخ میدم. تشکر میکنم. نظرات خودتون، انتقادات خودتون رو حتما برای من و تلویزیون بفرستید، ما از اونها حتما برای ارتقای این برنامه استفاده میکنیم. تا هفته آینده روزها و شبهای خوشی رو برای همه شما آرزو میکنم.